بالاخره ذرت مکزیکی گیر افتادم تو خود مکزیک. کفاشی وسط خیابون. کیف پولم رو تو ماشین جا گذاشتم. اونم کجا؟ تو مکزیک. همینجوری که سلام باید متوجه شده باشین دیگه رسیدم به مکزیک. واسه اولین بار مکزیکم آنلاک کردیم، میشه 13مین کشوری که من تو زندگیم سفر کردم. خیلی اشتیاق دارم برم به اون سمت و اون طبیعتی که الان هتلشو بوک کردم. با من همراه باشین. خب بچه‌ها رسماً دیگه وارد مکزیک شدیم اومدیم. چقدر هوا شرجی و گرمه، باورت نمیشه. و اینجا تاکسی‌ها و شاتلایی که از قبل رزرو شده آدما وایسادن، پر از اسمه. چیزی که جالبه اینه پر اینجا آدمه، همه تابلو برس اینجا وایسادن دنبال مسافرشون میگردن، خیلی زیادن. تا چش کار میکنه هر چقدر میرم پیدا نمیکنم. ولی هوا شرجی ها، با این پیرن دارم عرق میکنم الان، خیلی گرمه و خیلی هم خوبه. دیگر بزنیم تو فاز تابستون و دریا و عشق. و این وسط اتفاق بدی افتاد، یه هوای گرمی 30 درجه سانتیگراد امروز هستش اینجا و نگاه کنید چه منظره، چقدر خوشگل اینجا. یه اتفاق بد افتاد دیروز، فرودگاهی که من اومدم فرودگاه شهر کنکون بودش، ولی من خواستم بیام تولوم و این مسافت 2 ساعت بودش. از اونجایی که پرواز خیلی تاخیرش خیلی داستان زیاد بود، نمیخوام اینا بگم، شاید توی ویدیو جداگونه گفتم. خلاصه تاخیر خورد و پروازم عوض شد و اینا. اون شاتلی که گرفته بودم کنسل شد و اصلا رفت، چون 2-3 ساعت عقب افتاد دیگه رفتش. 2 ساعت مسیر رو اومدم رسیدم اینجا و کیف پولم رو تو ماشین جا گذاشتم. اونم کجا؟ تو مکزیک. هیچی دیگه. راستش بخواین تا الان اتفاقی بدی نیفتاده، ولی منم نمیتونم کریدیت کارتمو کنسل کنم. میتونم الان این کارو کنم، قفلشون کنم دیگه، کسی نتونه استفاده کنه. ولی این کارو بکنم خودم چیکار کنم این وسط؟ ببین این وسط گیر کردم، آشمز شدم اصطلاحا. ولی تا الان خداشو کسی استفاده نکرده. من حالا خوشبین نگاه میکنم، خوشبینانه. این که ممکنه چون تاکسی خود ایرپورت بوده مثلا داره باشن پلیسی یا خودشون هنوز شاید پیدا نکردن حتی، یا اینکه شاید بیارن دوباره، یا اینکه تماس بگیرن حتی یه جوری پیداش کنیم، ولی فعلا خبری نشده. واسه همین به اون فکر نمیکنیم. قسمت بعد داستان چه طبیعتی، بریم طبیعت نگاه کنیم. بریم تازه میخوام برسیم به ساحل بچه‌ها. به به کفو داریم، این چقدر باحاله. وای اینجا من تازه کش کردم، چه اتاق باحالی داره دم ساحل. به به هنوز هتلی هم که اصلا بهتون نشون ندادم، اونم بعد بریم سر فرصت نشون بدیم. من عاشق اینجا شدم، ولی دم ساحل اینجا پر از این هتل هستش. یواش یواش داریم میرسیم به این دریای خوش رنگ. خب داریم میرسیم به خلیج مکزیک، اولین بار دارم میبینم. به 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 این هوا. چش کار میکنه دیگه، ما ساحل داریم، خیلی طولانی این ساحل، یعنی نمیدونم چند کیلومتر میشه واقعا، خیلی زیاده. لحظه برخورد پای آرش کمانگیری با خلیج مکزیک در همین لحظه. به به آبش یه کوچولو خنکه، ولی به خنکی اقیانوسای کالیفرنیا نمیرسه. اونجا واقعا دیگه خیلی افتضاح و علاوه خنکی. ببین دیگه برعکس دارن شنا میکنن. Tú la ves, yo ya sé que contigo esta mujer con tu abrigo. یه چیز جالب که میخوام اینجا بگم، این شنای سفید رنگشه که ببینید با این گیاهای دریایی چقدر این منظره خوشگلش کرده. در
قدم به قدم این ساحل پر از هتل‌های لاکچری و قشنگ هستش و در کنار اون کلی بار درست کردم و کلی برنامه فرهنگی هنری زیارتی سیاحتی رو فراهم کردم واسه اینکه توریست‌ها لذت ببرن، مثل این موزیک زنده که داریم نگاه می‌کنیم الان. خب اولین غذایی که اینجا تقریبا گرفتم میگو هستش و آووکادو و غذای دریایی. اینجا دم دریا میچسبه خدای دیگه. بچه یه مورد میخواستم بگم اینجا ما تو سال که وقتی میشینی شما انقدر از این خانواده های مکزیکی رد میشه که با خانواده با بچه هاشون کار میکنم. این لباس ها و دستبند و گرم من خیلی من بچه دیدم اینجا که اینجا خانواده اینجا کار میکنم تو ساحل خیلی زیاده. بچه ها این حاصل خیلی خوشگله و خیلی جای مختلف رو درست کردن، دیزاین کردن واسه کارنما بشن چیل کنن استراحت کنن. آقا مثلا الان یوگا داره میکنه. یه اتاق اونورتر هم هستش که اتاق کار بهش میگن، احتمالا توش یه کولر هم گذاشتن خنک بشه، همین الان کار میکنن. بعد اینجا این گروه رو داریم ما، پیشو گروه مکزیکی. حالت کنه آخیش آخیش چه حالی میکنه؟ تعجب کردی منم بچه ها. در کنار این ریزورت های خیلی مثلا شیکی که درست کردن و مسافری کردن هنوز خیلی قسمت های شهر که نگاه کنی همین جوری رو کنه درست نکردن. الان این کوچه از خیابونه ولی کلا بیابونه انگار. الان قسمت هستش خود محلی ها زندگی میکنن اینجا احتمال خیلی زیاد. دومتون ورترش یه خیلی شیک میشه همه چی. من به لباس عوض میکنیم بسن. بچه این گربه نیا کنیم رفته اینجا نشسته از اینا غذا بگیره. حالا که غذا من اومد ببینید آقا خب باشه نداشت اصلا بهش غذا بدم بس همون با نخون کده بخواهم یک گوشه بهش بدم اگه رضا بدم. وحشی ها من یاره به وحشتاکیم. خب حال میکنی ها؟ آقا من کلی پاسترامی دارم به این بچه ها. از من بیشتر خوره امروز. یعنی شما کف مکزیک هم که باشی رستوران چینی پیدا میکنید. جالب. ولی خسته سه جورایی. آقا من اینجا تو خیامون راه میرم یه شهرهای ساحلی ایران میافتم. حالا ساحلی هم نباشه شمالی. مثل محمود آباد، آمول اینا. قشنگ همون فازو میده. حس شمال ایران داره میده. ما یواشوش وارد قسمت لوکال و محلی شهرم شدیم که یه ذره حال هوای اون شهر رو بده دیگه، انقدر توریستی نباشه. غذایی که اینجاست معمولا خیلی خوشمزه است. یار تایلند میندازه منو. احبه. این یکی چی میده؟ چقدر قشنگه تو ماشینه. اینم تاکو میپوشه. عشق تاکو هم دیگه. این که این ور خیابون بود، اون ور خیابون هم باز هستی دکه میبینیم.
حالا جالب میدونین چیه؟ تو قسمت توریستی انقدر قیمتا گرونه، همش به دلار حساب میکنن و قیمتا گرون، یعنی هر وعده شما میخواین بخورین زیر 20 تا شاید واسهتون در نیاد، یعنی تا 100 تا هم بیشتر میره بالا دیگه، تنه نداره. ولی وارد قسمت لوکال محلی که میشین یهو میبینین قیمتا چقدر همیشه ارزون میشه، فرمالاتر میشه و خوشمزه‌تر شاید حتی. مثلا من همیشه دوستام قسمت لوکال محلیش برم که حس و حال طبیعی خودو شهر بگیرم تا اینکه فقط لاکچری بازی و توریستی باشه. Cuando el día amaneció será porque tú llegabas y la plaza se alegró. Sé que no esperabas verme y te vi muy sorprendida, pero pronto salió. Acho manzush az sexy pizza yani chi mesela pizza chi juriye ke sexy nevishte ha. صنایع دستیش هم کلا خیلی قشنگه، من عاشق اینام، این چوبیه که درست میکنن رنگیه، وای خیلی دوست دارم اینا همیشه بگیرم ولی نمیگیرم دیگه چون چمدونم جا نداره. البته فقط چمدونی سوال مسئله دیگه هم هست ولی خیلی حتما این سمتا بیام دوست دارم اینا زیاد بگیرم. اینا رو یه مکزیکیه که سرشو گوشه رو پاش نشسته، چه قشنگه. Solo llena el corazón. Ahí va a ir una chiringa. Que se casa una amiga y por eso llevas flores. Pues yo soy la encargada de tarimas y tacones. No quiero llegar muy tarde y perderme de los sones. También yo voy al fandango, ahora sí, pues qué fortuna. Me invitaron los cantores que le cantan a la luna. Y si ahora su canto solo será para una. اینقدر طرح جذاب داره، مثلا نمیتونی اینا بچه ها اوتوه. خب بعد اینجا زن و مرد درست کردن، خیلی با منزه است طرح. Solo llena el corazón, que bonito es lo bonito, que bonito era, solo llena el corazón. آقا من اومدم یک کافه محلی، بعد این یارو نیا کنی صاحب اینجا کل عکس خانوادهشو اینجا زده، همش عکس خودشه. لعنت این دوتا عکس از این بازیگرا و هنرمندایی که میانه میذاری حداقل. خیلی جالبه، فقط هم عکس خودشه. Baby baila ese cuerpito de tequila y playa, quemadita en bikini soleada, bien cabrón cuando baila rebajada. Ese bajo mueve tan heavy, muy suelta con ritmo bien heavy, tan prendida cuando me lo pida, que culazo cuando me lo pida. Dale baby tíralo pa' atrás, tira una cumbia con dale nalga. اتفاقی سر از این بازارچه باحال در آوردم، عاشق اینجور بازارچه هستم بخاطر اینکه خیلی طبیعیه واسه خود اون کشور و لوکاله دیگه، انقدر توریستی نیست همیشه خیلی شیک و پیک باشه، میتونی واقعا اصل فرهنگ اون کشور رو ببینی پیدا کنی. همه چی هم میفروشن، میبینی مثلا اون بازارچه خود ایران هم هست، از گوشی و اینا گرفته تا لباس و کیف و کفش و me acuerdo de ti.
اینا زمینه ورزشیشونه، یه دونه بسکتبال اینجا دارن، یه دونه فوتبال فکر کنم اون ور دارن بازی میکنن. برای وقت نشون بدم. اوه فوتبال زنان هم هستش. تماشاگرای اکثر همه پسرن، فکر کنم دوست دختراشون دارن بازی میکنن اینجا. بچه زورت مکزیکی پیدا کردم تو خود مکزیک. بالاخره زورت مکزیکی گیر افتادم تو خود مکزیک. یعنی اصل جنس اینه، با اون چیزی که ما تو ایران میخوریم یه ذره فرق داره. اینا لیمو توش اضافه میکنن، زورت رو میزن. دیدی که چجوری بودش؟ و پنیر بودم چجور شیخته شدم. سوال کنم بونی که ما تو ایران میخوریم فرق میکنه. تو ایران پنیر زیاد میزنن، قارچ میزنن، ولی این فلفل هم میزنن خیلی تنده. تو خود مکزیک زورت مکزیکی خورد خیلی میشسته. تو خالی بعد از ذرت مکزیکی تو ایران یه حال دیگه داشت، خیلی برازم خوشمزه بود. اونم به خاطر ذائقه‌مونه، وگرنه خب اصلش اینه دیگه. ولی ایرانی چیز دیگه بودش. ات مشهدی مکزیکی هم پیدا کردم بچه ها. ولی فروش لوازم آرایششون خیلی جالبانه. نیا کنیم مثلا این قرفه رو، این وضعی برات میفوشه موی مصنوعی و کیف و قمقمه و ظرف و مصرف و اینا. یهو اینجا قلمه آرایشی، حالا نم واسه کجا هستش دقیقا. ولی این وسط شامپو و دوتا عطر هم گذاشتن و خیلی جالبه. همه اینا تو این دکه عرضه میشه. بازه بچه هدفون هم این وسط میفروشن. خیلی جالبه. نصب گوشفار هم همینجا داریم ها. چقدر بامزه. نصب در محل. کفاشی وسط خیابون. صندلیشو نیا کنی، ستونه اینجاست. اینجا معمولا خانوادگی بیزینس میکنن، اکثر دست فروشن کنی و با بچه هاشون میانه کنی. بچه دو سالشه فکر کنم، همراهی میکنه مامانشو. سگا رو اینجوری بهشون میرسن، اولا خارجشون رد میشدن، بعد فقط واسه اینکه دید سگه اینجا تناسو کسی کاری نداره بشه بهش غذا میده. خیلی بامزه است. الان که شب شده تازه دکه اومدم بیرون و زندگیشون اصلا یه جور دیگه شد این ور تو شهر. خیلی باحاله. میبرم کباب ترکی میده. البته واسه تاکوه فقط. جمعه پارتی تو وسط جنگل تو شهر تولوم فستیواله. در اصلا پارتی هم بزرگتره. ببینیم چه خبره. ببین چی داره میاد بقلا. چه خبره اینجا؟
Hola. You want a picture? Oh. Why not? You want a picture? اینجا رو نگاه کنید چه خبره. وارد پارتی داره میشه، یه ذره ترسناک داره میشه. تو قسمت بعدی یه تور یه روزه خیلی باحال رفتم به چند تا شهر و کلی اتفاقای جدید واسه اولین بار تجربه کردم. پس منتظر قسمت بعدی باشین. راستی یادتون نره که این ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنین. تا ویدیو بعدی خدافظ.